سروران ارجمند و دوستان گرانمایه، اجازه فرمایید که در آغاز سخن حضور شما عزیزان و مهمانان محترمتان را در این مجمع پرشکوه گرامی دارم و به همه شما از ژرفای دل خوش آمد گویم و آرزو کنم که همه چیز در این دونه به کام شما برآید. این دوره انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی مقارن دو سالگرد فرخنده است. یکی 25 سال تأسیس خود انجمن که بیشبهه در ترویج زبان فارسی و بزرگداشت فرهنگ ایرانی نقشی در خور تحسین ایفا کرده و در شناساندن آثار و افکار بهایی و ایجاد فضای آزاد برای تبادل نظر میان همه کسانی که به اصلاح اوضاع نابسامان ایران علاقمند هستند توفیقی به سزا داشته است. و دیگری 30 سال تحریر و صدور بیانیه وعده صلح جهانی از کلک ملهم بیت العدل اعظم، والاترین مؤسسه اداری بهایی که عملاً به تمام سران و رهبران ممالک جهان فرستاده شده و بی تردید بسیاری از دریافت کنندگان را به امکان قطعی صلح بین المللی امیدوار کرده است. 25 سال قبل به هنگام بنیادگذاری این انجمن، یعنی در سالهای 1989-90 بود که اتحاد جماهیر شوروی متلاشی شد و جنگ سرد که 45 سال طول کشیده بود پایان گرفت و عصر تازه‌ای در روابط بین المللی به نام عصر جهانی شدن امور، گلوبالیزم یا گلوبالیزیشن، آغاز گردید. در آن زمان همه منتظر صلحی پایدار و حتی به گفته رئیس جمهور وقت آمریکا یک نظم نوین استوار جهانی بودند، ولی وقایع روز 11 سپتامبر 2001 این آرزوی خوش را برباد داد و حتی اکثریت جامعه بشری را به امکان چنین صلحی بدبین کرد، به طوری که در دنیای امروز فقط جماعات محدودی از مردم هستند که به قطعیت صلح بین المللی منتها در صورت تحقق شرایطی اعتقاد دارند و در میان این اقلیت ها یه خوشبین گروه های محدودتری از جمله جامعه جهانی بهایی عمده فعالیت های خود را معطوف به زمین سازی این آشتی و سازش عمومی کردند. نخست باید توضیح داد که مراد ما در این بحث از صلح یا پیس چیست؟ ساده ترین تعریف صلح چنان که در فرهنگ های لغت آمده سه مفهوم را شامل است. اول آرامش و صفای درون، دوم تفاهم بین گروه های مردم و سوم نبود نزاع در میان جامعه ها یا کشورها. هرچند سخنان ما بیشتر به این معنای سوم خصوصا در عرصه روابط بین المللی متوجه است، اما غافل از آن نیستیم که به اعتقاد بسیاری از محققان چون مایکل آلن فاکس در کتاب درک و فهم صلح Understanding Peace نشر 2014 یا آنتونی ادولف مؤلف کتاب صلح یک تاریخ جهانی Peace a World History نشر سال 2009، صلح سطوح متعدد دارد، مشابه یک هرم مطبق یا مدرج و در آن میان صلح برون و صلح درون، میان صلح بین دول و ملل و آشتی و سازش در داخل کشورها، ارتباط نزدیک و تأثیر و تأثیر متقابل وجود دارد. صلح در روابط بین المللی
فقط نبود یا ترک خصومت و منازعه و خشونت نیست که بعد از گالتونگ متفکر نروژی همه آن را صلح منفی می‌خوانند. صلح به معنای مثبت هم برقراری روابط دوستی و مودت به صورت فعال در میان جامعه هاست و هم استقرار نهادها یا مؤسساتی برای حل اختلافات احتمالی و حفظ نظم و حسن روابط بین ممالک، چنان که در فرهنگ علوم اجتماعی یونسکو آمده است. بعضی گویند که صلح نتیجه جمع بین سه عامل است: رفاه و بهزیستی عامه یا نبود فقر و مسکنت، نظم و ترتیب صحیح در روابط میان افراد و گروه ها، و بالاخره مراعات عدالت که نه فقط در سطح ملی چنان که گاندی می گفت ضرور است، بلکه در سطح بین المللی هم به قول دیوید کورترایت، مؤلف کتاب صلح تاریخ جنبش ها و اندیشه ها 2008، شرط عمده صلح به حساب می آید. در حاشیه عرض کنم که سازمان بین المللی یونسکو در سال 1995 جنگی مبسوط از سخنان برندگان جوایز صلح نوبل نشر کرد که تنوع افکار و آرا حتی در میان صلح‌جویان بنام را از جمله در تعریف صلح بین المللی نشان می‌دهد و ضمناً پویایی این مفهوم را حکایت می‌کند. چنان که تئودور روزولت در سال 1906 گفت، صلح یعنی راستی و درستی و عدالت، و رالف بانچ در سال 1905 جاه اظهار کرد که صلح در عین احترام به آزادی و کرامت انسانی شامل تأمین نان و مسکن و بهداشت و آموزش هم هست. و مؤسسه عفو بین المللی امنستی انترنشنال در سال 1977 یادآور شد که صلح یعنی ایجاد یک جامعه عادل و احراز حق برخورداری همه از شرایط شایسته اجتماعی و اقتصادی. و بالاخره فردریک ویلم دو کلرک در سال 1993 گفت، صلح چاره‌جویی است برای صلح چارچوبی است برای یک جریان پویای توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و نباید فقط به معنی نبود نزاع گرفته شود. پروفسور مایکل هوارد در نطق جالبی در سال 2000 زیر عنوان اختراع صلح، تفکراتی در مورد جنگ و نظم بین المللی میگوید، حقوقدان انگلیسی هنری مین در نیمه قرن 19 گفته بود که جنگ به خدمت نوع بشر است، ولی صلح یک اختراع جدید به نظر میرسد. حق با اوست، چون مردم شناسان و باستان شناسان به استناد همه مدارک موجود عقیده دارند که جنگ به معنای نزاع مسلح بین گروه‌های سیاسی متشکل در تاریخ بشری یک قانون عمومی بوده. ولی تحقق صلح که مفهومی بس وسیع‌تر از ترک ستیز و خشونت دارد، مستلزم سعی و کوشش نسل‌های متوالی در آینده است که بتوانند به جامعه و سیاست نظمی درست و عادلانه بدهد. از این رو صلح که محتملاً متفکران عصر روشنگری آن را ابداع کردند، به معنای یک نظم بین‌المللی که در آن منازعه و پرخاشگری جایگاهی ندارد، گرچه در باطن آرزو و آرمان روشنفکران در طول تاریخ بوده، ولی فقط در طی دو قرن اخیر، یعنی قرن‌های 19 و 20 است که در چشم زعمای سیاست هدفی مطلوب و دلخواه و امری قابل اجرا تلقی شده است. به راستی صلح اگر رویایی دور از دسترس یا آرمانی ممتنع الحصول بود، بحث آن در چنین انجمنی از فرهیختگان به کلی مورد نداشت. اما حتی کسانی که به وقوع آشتی نهایی
در جهان امید چندانی ندارند، نمی توانند منکر این حقیقت شوند که در سالهای اخیر قرائن بسیار نوید امکان تحقق صلح جهانی را می دهد. در این مورد خوب است به ذکر آماری چند آغاز کنم. شارل فیلیپ دیوید یا دیوید، استاد دانشگاه کبک، دو سال قبل مطالعه مبسوط زیر عنوان بازاندیشی درباره جنگ و صلح در قرن 21 در مجله معتبر سیاست خارجی منتشر کرده که نوعی ترازنامه بی‌طرف در این مورد است. وی می‌نویسد من بعد جنگ میان قدرت‌های بزرگ در مناطق توسعه یافته عالم به گذشته تعلق دارد، یعنی قابل تکرار نیست، اما در خاورمیانه و آفریقا سر کار ما نه با جنگ‌های بزرگ بلکه با جنگ‌های تجزیه طلبی و کوشش در بازسازی فضاهای سیاسی در داخل ممالک است که یادآور جنگ‌های ما قبل عصر اخیر هستند و از نظر ضایعات وارده اثری محدود دارند و در کل میتوان گفت که جنگ رو به کاهش میرود، چنان که به شهادت ارقام در فاصله سالهای 1991 و 2011 شماره مجموع جنگ ها از هر نوع 40% کمتر شده و از 51 مورد به 30 مورد تقلیل یافته است و در سرجم تعداد نزاع‌های مسلح درون کشورها خیلی بیش از منازعات بین دولت هاست و تعداد کشتگان در جنگ ها هم تقریباً به نصف کاهش یافته است و بالاخره در فاصله سالهای 1991 و 2004 تعداد جنگ هایی که به پایان رسیده بیش از جنگ هایی بوده که در آن فاصله آغاز شده است. هم به گفته شارل فیلیپ دیوید، جنگ میان قدرت‌های بزرگ آشکارا رو به کاهش می‌رود. چه در قرن 16 از این نوع جنگ‌ها 27 مورد روی داد، در قرن 17 17 مورد، در قرن 18 10 مورد، در قرن‌های 19 و 20 هر یک 5 مورد و بعد از 1945 هیچ موردی از این نوع دیده نشده است. بنابراین حق است که همزبان با یکی از محققان تراز اول یعنی جان کیگن بگوییم که من بعد جنگ آیندهی نخواهد داشت. در تأیید این سخن ناگفته نگذارم که محقق مشهوری چون فرانسیس فوکویاما، استاد جان هاپکینز واشنگتن، مؤلف کتاب معروف پایان تاریخ، میگوید که استقرار لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی و برقراری دموکراسی که اینک حدود 60% کشورهای عالم را در بر میگیرد سرنوشت محتوم همه جوامع بشری خواهد بود، علارغم انحرافات موردی و گاهگاهی که در این زمینه روی داده است. به مقاله نامبرده در مجله پیک بین المللی کوریه انترنسیونال شماره 28 آوریل 2005 رجوع شود و باید گفت که البته دموکراسی زمینه ساز صلح است، چون در این حال همراه است با ثروتمندتر شدن جماعات عظیمی از مردم بر اثر ازدیاد تولیدات اقتصادی که فقط در سالهای 1970 تا 2008 چهار برابر شده است و روشن است که ثروتمندان اکثرا نفعشان بیشتر در صلح است تا جنگ و آنها بهتر و آسانتر می توانند دولت‌های مطبوع خود را هم به جهت صلح و صلح‌خواهی سوق دهند. به مناسبت در اینجا نقل قول از محقق دیگری به نام ویلیام نستر، مؤلف کتاب جهانی شدن جنگ و صلح در قرن 21 نشر سال 2010 به مورد است که میگوید خشونت امری است به خدمت بشر و خشونت سازمان یافته یعنی جنگ همون اندازه قدیم است که اولین جوامع متشکل بشری.
در خلال تاریخ اکثر دولت‌ها یا در کار تهیه و ترتیب جنگ بودند یا مشغول به جنگ و یا در حال رفع خرابی‌های جنگ، ولی در ازمنه تازه تهدید به استفاده از خشونت در روابط بین‌المللی به میزان بارزی کاهش یافته و در اکثر اوقات بیشتر دولت‌ها در حال صلح با یکدیگر هستند و علت عمده آن پدیده جهانی شدن یا گلوبالیزیشن است. به زبان دیگر، دنیا به مرحله جدیدی از همبستگی اقتصادی، فنی، روانی، اجتماعی، سیاسی، قانونی، فرهنگی و زیست محیطی وارد شده که بی تردید به درجات مختلف همه ملل و افراد و گروه‌های خلق را در این کره خاکی در بر گرفته و خواهد گرفت. حال اشاره به رواج روزافزون صلح طلبی در دنیا کنیم. اگر نگاهی سریع به کتاب‌های تاریخ جنگ و صلح بیفکنیم، ملاحظه می‌کنیم که جملگی به این نتیجه رسیدند که اگر مخالفت با جنگ و صلح طلبی در آغاز، یعنی تا قرن 19 منحصر به عده قلیلی از مذهبیون، اومانیست ها و متفکران اهل فلسفه بود، با رسیدن به قرن‌های 19 و 20 هم شماره و هم تنوع افراد و گروه‌های صلح طلب بیشتر و بیشتر شده است. به عنوان نمونه عرض بکنم که در دو قرن 16 و 17 در دنیای مسیحیت فقط چند فرقه پروتستانی چون آنابتیست‌ها، منونیت‌ها و کویکرها بودند که احترام به حیات انسانی و امتناع از جنگ و کشتار را مطرح کردند. اما از قرن 19 به بعد صلح‌خواهی خصوصا در جامعه‌های انگلیسی و آمریکایی انتشار وسیع یافت و در ممالک دموکراتیک آن زمان از جمله فرانسه بود که جمعیت‌های صلح‌خواه با مشارکت روزافزون شهروندان در امور مملکتی سر بلند کردند. به عنوان نمونه گفته شود که دیوید لو داج جمعیت صلح نیویورک را در سال 1815 تأسیس کرد. 13 سال بعد جمعیت آمریکایی صلح را به وجود آورد. در سال 1816 جمعیت صلح لندن پدیدار شد و شعارش این بود که باید ثابت کرد که جنگ با روح مسیحیت سازگاری ندارد و با مصالح حقیقی عالم انسانی هم موافق نیست. فردریک پسی اول جمعیت صلح فرانسه را در سال 1867 بنیاد نهاد و در اواخر قرن 19 بود که با شروع سازماندهی در همه بخش‌های زندگی ملی و بین‌المللی، مجمعی چون اتحادیه بین المجالس در سال 1889 تأسیس شد که با تدوین و تنظیم قوانین و اسناد حقوق بین المللی به دوره هرج و مرج در روابط بین دولت‌ها خاتمه داد و بالاخره در سال 1891 جمعیت‌های ملی صلح طلب در اروپا گرد هم آمدند و کنگره جهانی صلح را ایجاد کردند که از جمله اقداماتش احداث دفتر بین المللی صلح در شهر برن سوئیس بود. در همین دوره بود که دانشمند لهستانی زمنهوف زبان بین المللی اسپرانتو را برای آسان کردن تفاهم میان اجزای عالم بشری اختراع کرد 1887 و کاشف دینامیت آلفرد نوبل جایزه صلح نوبل را پایه گذاشت، جایزه‌ای که در همان ابتدا به مؤسسه صلیب سرخ بین المللی هانری دونان سوئیسی که گامی در مسیر تخفیف عواقب و نتایج جنگ برداشته بود تعلق گرفت و در چنان حال و هوایی بود که به اهتمام تزار روسیه نیکولای دوم دو کنفرانس صلح در لاهه هلند به سالهای 1899 و 1907 تشکیل شد و فکر تأسیس محکمه داوری، محدود کردن تسلیحات و علاوه بر تنظیم مقرراتی برای دوران جنگ از آن زمان نشأت یافت. و چنان که موریس وایس در کتاب صلح در قرن 20 نوشته، لااقل 4 گروه به دنبال صلح طلبی رفتند.
از صلح جویان مسیحی، هم از پروتستان و کاتولیک و حتی پاپ لئون 13 گرفته تا صلح جویان برخواسته از محیط‌های اقتصادی و بالاخره صلح جویان روشنفکر یا خردورز مانند نویسندگان، فلاسفه، اساتید دانشگاه‌ها چون امیل زولا، آناتول فرانس، رومن رولان در فرانسه، نورمن انجل در انگلستان، برتا فون ساتنر در اتریش، نویسنده معروف سلاح‌ها را زمین بگذارید، و نیز صلح جویان سوسیالیست که جهت خلاف نظریه مارکس مبنی بر تنازع طبقاتی را گرفتند، که بعضاً مانند ژان ژورس در فرانسه بران بودند که وطن پرستی را با صلح‌خواهی میتوان تلفیق کرد و حتی قشونی به وجود آورد که با نحوه تفکر و رفتار جدیدی از روحیه نظامیگری یا میلیتاریسم فاصله گیرد. بر این چهار گروه باید گروه زنان شیردلی را اضافه کرد که مثلا در سال 1815 درست 100 سال پیش هزارها تن از آنان گرد هم آمدند و در مخالفت با جنگ اول جهانی که شوهران و برادرانشان در گیران بودند هم‌آوا شدند، تظاهراتی به راه انداختند و به دیدار رؤسای ممالک جهت کسب موافقت آنها رفتند و تومارهای امضا به نفع صلح از سراسر جهان جمع آوردند. حاصل کلام آن که دامنه خواستاران فعال صلح پیوسته در حال گسترش است. از این مطلب نباید غافل بود که اگر به ظواهر امور نگاه کنیم، دنیای متلاطم امروزی از عصر استقرار صلح بین المللی هنوز خیلی فاصله دارد. معارضه برخی از جوامع اسلامی و دنیای غرب، رواج تروریسم و جهادگرایی، آشفتگی اوضاع سیاسی در ممالک خاورمیانه و شمال آفریقا و بخشی از جنوب صحرا، ناکامی آنچه بهار عرب خوانده شد، بالا بودن میزان هزینه‌های نظامی که به قول انستیتوی تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم اکنون به 1.3 تا 1.7 تریلیون دلار بر سال سر می‌زند، تزلزل گاهگاهی بعضی از نهادهای نویدبخش منطقه‌ای چون اتحاد اروپا که اینک با معمای وامداری یونان روبروست، پذیرش و کشمکش میان روسیه و برخی از ممالک دور و نزدیک چون اوکراین، نشانه‌های بارزی از دشواری تحقق صلح جهانی پایدار است. معذالک کم نیستند محققانی که مانند کنت شیفرد، استاد دانشگاه ویسکانسین، مؤلف کتاب از جنگ تا صلح، راهنمایی برای 100 سال آینده، From War to Peace: A Guide to the Next 100 Years، نشر سال 2011، عقیده دارند که امکان تحقق صلح جهانی در همین قرن 21 بسیار بالاست. شیفرد 23 جریان یا گرایش عمده را در زمان حاضر می‌بیند که به نظر او به اقوا احتمال به تکمیل و ثمر رسیدن یک نظام جهان شمول صلح مدد می‌کند. برای سهولت فهم این 23 جریان را تحت 3 عنوان به حضور شما عزیزان مطرح میکنم. اول تحولات سازمانی نویدبخش که عبارتند از پیدا شدن نهادهای پارلمانی فوق ملی نظیر سازمان ملل متحد و شعبات و نهادهای وابسته به آن، پدید آمدن مؤسسات بین المللی برای داوری و احقاق حق نظیر دادگاه بین المللی عدالت که مجمع اتفاق ملل تأسیس کرد و دادگاه جدید و تأسیس جنایی بین المللی، برآمدن مؤسسات مدافع صلح منطقه‌ای چون اتحاد اروپا، پایان گرفتن رسمی دوران استعمار و خاتمه یافتن امپراتوری‌های متکی بر آن، تشکل
و گسترش کنفرانس‌های عظیم برای حل مسائل عمده جهانی که با کنفرانس محیط زیست در ریو دو ژانیرو به سال 1992 آغاز شد و به اجلاسیه سران در سال 2000 برای تصویب و اعلام هدف‌های سیاسی و اقتصادی ممالک عضو سازمان ملل متحد در طی دهه‌های آینده منتهی گردید و همچنین برقراری مؤسسات بانکی و نظایر آن جهت کمک به توسعه و عمران ممالک در حال رشد مانند بانک بین‌الملل و صندوق بین‌المللی پول، ظهور و بست سریع مؤسسات تحقیق در قضیه صلح و وارد شدن آموزش صلح و حل مسائل حل مسالمت‌آمیز اختلافات در برنامه دروس دانشگاه‌ها و مدارس. دسته دوم تحولات از نوع سیاسی و اجتماعی است، نظیر پیدایی و توسعه مبارزات آری از خشونت چون نهضت گاندی در هند و قیام نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، بست و افزایش رژیم‌های سیاسی دموکراتیک در پهنه عالم، اعتلاء مقام زنان و دسترس یافتن آنها به مسندهای قدرت که نوید خوشی برای صلح جهانی است و به طور کلی اهمیت گرفتن مسئله حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان عمده نظام بین المللی، انحطاط و تا حدی انهدام نهادهای بین المللی که تکیگاه نژادپرستی بودند چون آپارتاید در آفریقای جنوبی، حصول توجه به لزوم حفظ تمامیت محیط زیست و پایان یافتن دوره بی‌مبالاتی و افراط در مصرف که موجب نابودی منابع طبیعی و آلودگی و تباهی محیط زیست و تنگ دستی جماعات وسیعی از مردم می شد، مداخله سازمان ملل متحد در ایجاد و اعزام سپاهیان نگهبان صلح به مراحل به مناطق مواجه با نزاع‌های قومی و مانند آن، ایجاد و تقویت فنون تازه حل مسالمت‌آمیز اختلافات و منازعات و بالاخره تصدیق عملی نارسایی اصل حاکمیت ملی در حل بسیاری از مسائل عمده جوامع چون مهاجرت‌های انبوهی و انتشار بیماری‌های مسری که من بعد همکاری همه یا اکثر دول عالم را اقتضا کرده و می‌کند. و بالاخره دسته سوم تحولات که در سطح ذهن و فکر روی داده چون پدید آمدن جنبش‌های تازه صلح‌طلبی در داخل ادیان و مذاهب نظیر پاکس کریستی، بودیزم دالائی لامایی و انواع مجالس گفت شنود بین ادیان، پیدا شدن اینترنت که مسلماً در شفافیت بیشتر اعمال و نیات دولت‌ها عاملی مؤثر بوده و خواهد بود، کاهش رسم و عادت جنگ ستایی و ارجدهی به قهر و خشونت، دموکراتیک شدن انواع هنر و مشارکت توده خلق در بیان احساسات و عواطف خود به جای متابعت از دستورات مافوق و تحولاتی از این قبیل، من جمله تشکیل سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی برای صلح که شماره آنها از 3000 می‌گذرد، که متأسفانه محدودیت وقت ما اجازه تفصیل و تحلیل هر یک از آنها را نمی‌دهد. دوستان گرانقدر، امیدوارم که تا اینجا به استناد مطالعات محققان صاحب نظر 3 نکته را روشن کرده باشم. اول آنکه جنگ و خشونت در مجموع و در کل جهان رو به کاهش است. دوم آنکه هرچه تاریخ به قرن 21 نزدیکتر شده و خصوصا طی دو قرن 19 و 20 که شاهد ظهور این آیین جلیل یعنی امر بهایی بوده، صلح‌خواهی در جهان به قوت و وسعت بیشتری انتشار می‌یابد. و سوم آنکه لااقل 23 گرایش یا جریان نویدبخش در کار است که به نظر می‌رسد می‌تواند سیستم جنگ فائق بر دنیای امروز را براندازد
و یک نظام صلح پایدار را جانشین آن کند. اضافه کنم که تجمع این همه عوامل نویدبخش صلح در یک نقطه زمان نمیتواند منطقا بدون تاثیرگذاری عمده بر سرنوشت بشریت باشد. ممکن است با همه آنچه مذکور آمد کسانی باشند که بگویند در طول تاریخ بشر همیشه جنگ بر صلح فائق بوده، چنانکه عرض کردم. بر طبق محاسبه یکی از کارشناسان چقدر حوصله داشته، در طی 3357 سال که مورد بررسی او قرار گرفته، در تاریخ عالم از برای هر 13 سال جنگ فقط یک سال به صلح و آشتی گذشته است. چطور می شود در دنیای امروز که به شهادت بودجه های کلان نظامی و اهمیت داد و ستد اسلحه که همه ممالک بزرگ عالم در گیران هستند، وجود و گسترش آنچه ملیتری کامپلکس، مجموعه های تنیده نظامی خوانده شده، ناگهان صلح نوآوری آورده یا نوآفرین جایگزین سنت ریشه‌دار دیرینه جنگ شد. گفتن این که چون در گذشته تاریخ همیشه زندگی سرشار از وقایع جنگی بوده، لزوماً همین روال ادامه خواهد یافت، به دلایل متعدد صحیح نیست. اولاً به این دلیل که جهان امروز مطلقا همانند جهان دیروز نیست، زیرا جامعه بشری در طول قرنها خصوصاً قرن بیستم و پس از دو جنگ خانمان برانداز بین المللی تجاربی اندوخته که ناچار اینک زمان کاربرد نتایج آن تجارب فرا رسیده است. چنان که اطلاعات کنونی در زمینه نحوه مسالمت آمیز حل مسالمت آمیز اختلافات یا برای برپاسازی صلح پیس بیلدینگ یا برای نگهداری صلح پیس کیپینگ به حدی است که مثلا در همین سال قبل 2014 بر اساس تجارب دو دهه اخیر استاد دانشگاه منچستر راجر مک گینتی کتابی در 4 جلد و 1500 صفحه با همکاری عده‌ای از متخصصان درجه اول نشر کرده زیر عنوان پیس بیلدینگ که گواه این هوشیاری و آگاهی وسیع است. ثانیاً به این دلیل که پیشرفت فوق‌العاده تکنولوژی جنگ از کاربرد نیروی هسته‌ای گرفته تا استفاده از ماشین‌های خودکار، روبو و درون و انواع سلاح‌های استراتژیک به جایی رسیده که به عقیده محققان یونسکو در کتاب خشونت و اعلال آن 1980 جنگ را در بن‌بست قرار داده. دیگر هیچ حکومت عاقلی ولو در نهایت اقتدار باشد، دیگر هیچ حکومت عاقلی از چنین مخاطره استقبال نخواهد کرد. همانطور که تجربه ممالک توسعه یافته و قدرت‌های عمده جهان در طی 70 سال اخیر ثابت کرده که دیگر هیچ یک حاضر به درگیری با کشور نیرومند دیگر نخواهند شد. حتی می‌دانیم که در زمان خود دو قدرت بزرگ یا کلان، یعنی ممالک متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، با امضای پیمان‌های سالت اول و دوم، یعنی نابود کردن بخشی از سلاح‌های استراتژیک، تن در دادن. سالسن به این دلیل که بعد از پایان جنگ سرد، چنانکه مذکور افتاد، ممالک دنیا مواجه با پدیده جهانی شدن هستند و من بعد برای حل مسائل جهان از تباهی محیط زیست گرفته تا مهاجرت انبوه مردمان فقیر در طلب حداقل معاش، همکاری نزدیک میان همه کشورها ضرورت یافته است. رابعاً همونطور که بعضی نفوس جنگ را به علت طول سابقه آن نوعی نهاد ابدی انگاشتن، معلم اول جناب ارسطو هم بردگی
و بردهداری را یک تأسیس پایدار بلکه جاویدان جامعه بشری تصور میکرد. ولی دیدیم که در دو قرن 19 و 20 این رسم کهن از همه سرزمین های عالم برچیده شد. چرا؟ رسم جنگ هم نتواند در آینده نزدیک به کلی از حیز اعتبار بیفتد. اکنون میخواهم این سوال مشکل را مطرح کنم که آیا علتهای شناخته شده جنگ به قوت خود باقی هستند یا رنگ باختند؟ پاسخ محققان این است که اکثر این علل و عوامل از اعتبار و قوت افتادند. مایکل آلن فاکس که به نامش اشاره شد به درستی گفته که جنگ با اسطوره ها یا افسانه های همراه است که می توان آنها را سدی بر فهم ضرورت یا امکان صلح دانست. از این قبیل است اسطوره چون اعتقاد به آن که جنگ نشانه مردانگی است و به زندگی آدمیان شکوه و ابهت می بخشد، یا آنکه جنگ مدافع ارزش ها و آرمان های والاست، یا آنکه جنگ به اقوام و ملت ها هویت استواری می دهد، یا اینکه جنگ بیش از روش دیگری حلال مشکلات است. و بالاخره این اسطوره یا افسانه معروف که طبیعت انسان لزوماً به پرخاشگری و جنگجویی گرایش دارد، از نظر علم امروز و بر اساس تجربه جنگ‌های تازه بیگمان بر بطلان همه این اسطوره ها حکم میتوان کرد. در کتابی که توسط یک دانشمند اسرائیلی جنگ آزموده به نام الی بارنوی در سال قبل زیر عنوان 10 نظریه راجع به جنگ چاپ شده، فصل آخر به این موضوع مربوط است که در عالم انسانی جنگ به هیچ وجه یک جبر و ضرورت نیست و همه دلایلی که برای اثبات وجود طبیعت جنگجو در آدمیان ارائه شده ضعیف و قابل رد است. جنگ یک پدیده اجتماعی فرهنگی است و مانند هر پدیده از این نوع در معرض تحولات تاریخ است و به قول صدر اعظم فعلی آلمان خانم مرکل، در قرن 21 ما زندگی میکنیم و دیگر اختلافات و منازعات را نمیتوان با نیروی نظامی حل و فصل کرد. والتر جونز در فصل کتاب خود منطق روابط بین المللی چکیده همه کتب و مطالعات را درباره علل عمده خشونت و نزاع در 15 نظریه خلاصه کرده که اشاره به آن مفید است. از این 15 علت عمده جنگ بسیاری در طول زمان از اعتبار افتادن، مثلا ملیت پرستی که دارد در برابر جریان جهانی شدن امور رنگ می بازد، یا داروینیسم اجتماعی که معتقد به تنازع بقا و بقای انسب در عالم انسانی است که آن هم نظریه مردود به نظر می رسد، مانند کلونیالیسم یا تصرف سرزمین های بیگانه که بعد از جریان آزادی مستعمرات به دنبال جنگ جهانی دوم و به اهتمام سازمان ملل متحد قابل تجدید نیست و نه اصولاً با قوت گرفتن جنبش‌های استقلال ملی عملی است. مانند مسابقه تسلیحاتی برای حصول قدرت که هرچند واقعیت دارد و سالانه حدود 395 میلیارد دلار اسلحه خرید و فروش می‌شود، اما با اجرای یک طرح امنیت جمعی تضامنی چنان که در آثار بهایی پیشنهاد شده و برای پرهیز از خطر اینکه سلاح‌ها به دست نااهل یعنی تروریست‌های ملی و بین‌المللی افتد، ادامه آن منطقی نتواند بود. از جمله تحولات مهمی که در سال‌های اخیر در جریان دعاوی حقوقی پیش آمده، استفاده وسیع از روش حکمیت و میانجیگری است. در عالم سیاست هم حصول توافق از راه‌های مسالمت‌آمیز
بیش از گذشته معمول شده و این اطمینان را می‌دهد که سال به سال احتمال جنگ کاهش خواهد یافت. چه دولت‌ها به جای تحمل تلفات سنگین انسانی و مالی که گاه بیرون از حد تصور است، مسائل فیما بین خود را بیش از پیش با سازش حل خواهند کرد. آنچه آمد شما عزیزان را به علل خوشبینی بهائیان نسبت به آینده جهان در صلح و سازش آگاه می کند. لذا به مورد است که به اجمال گفته شود که بهائیان در مورد صلح عمومی چه می کنند و تاکنون در تحقق این هدف مطلوب چه کردند. این سخنان را با مقدمه بس کوتاه درباره نقش ادیان در عرصه صلح آغاز کنیم. اگرچه فونکسیون اصلی دین ایجاد اتحاد و محبت در میان مردم است و اکثر ادیان و مذاهب با تعلیم حقایقی چون ارزشمند بودن حیات انسانی، ممنوعیت قتل و لزوم مهربانی و رأفت به هم نوع آغاز کردند، همونطور که در متون نقل شده در کتاب Religion, War and Ethics, A Source Book of Textual Tradition در سال 2014 آمده، متاسفانه در طول تاریخ به عللی ادیان از این محتوای اصلی خودشون به دور افتادن و جنگ‌های مقدس یا مذهبی در میان آمد و در نتیجه میتوان گفت که در ادوار گذشته اگر سخنی از صلح عمومی به میان آمده در ارتباط با یک عصر رؤیایی در پایان تاریخ بوده است، چنانکه اشعیا نبی گفت که در آن زمان مردمان شمشیرهای خود را برای گاوآهن و نیزه‌های خود را برای اره‌ها خواهند شکست و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و دیگر جنگ را نخواهند آموخت. و حتی حضرت مسیح که قوم یهود ظهورش را به عنوان پیامبر صلح انتظار می‌کشیدند، گرچه سخنان حضرتش در وعظ جبل بر همین اساس بود، آنجا که فرمود خوشا به حال صلح کنندگان زیرا ایشان پسران خدا خواهند بود، معذالک خود آن حضرت فرمود گمان مبر که آمدم تا صلح را بر زمین گذارم بلکه شمشیر را. متی 10:34. می دانیم که با قدرت گرفتن کلیسا دوره خشونت و بعد جنگ های صلیبی آغاز شد و فقط گروه های محدودی از مسیحیان جنگ را مخالف تعلیمات مسیحیایی تلقی کردند. این که ادیان نتوانستند دایره صلح و سازش را جز در محدوده مؤمنین خود گسترش دهند عللی داشت، از جمله آن که هنوز مرحله بلوغ بشر یعنی نیل به عقلانیت که به گفته کانت زمینه ساز صلح است نرسیده بود و چه بسا دین در دست مفسران و روات نااهل که در طلب قدرت بودند به سوی خشونت به عنوان جنگ صحیح و مجاز یعنی جاست وار سوق داده شد. ثانیاً هنوز زمان با پراکندگی جمعیت ها و نبود وسایل حمل و نقل و ارتباط و مخابره مواجه بود که اتحاد و اتفاق را مشکل میکرد. ثالثاً از این نظر که به قول اسکایت اپلبای در ادیان نوعی دو پهلویی آمبیوالانس در مورد روابط با خودی و بیگانه وجود داشت. اگر دوستی با همکیشان توصیه شده بود، مثلا المؤمنون اخوه در اسلام، ولی مانعی در برابر خصومت و نفرت نسبت به ادیان دیگر و دیگر اندیشان در میان نبود و خود جامعه متدین هم طرفدار تبعیض میان انسان آزاد و انسان برده، میان زن و مرد و حتی میان اقوام ترکیب کننده خود بود. با ملاحظه آنچه مذکور افتاد میتوان گفت که بشارت تحقق صلح جهانی در کتب دینی فقط مربوط به دوره ظهور حضرت بهاءالله بود که در بشارت مسیحایی از حضرتش به عنوان Prince of Peace یاد شده و در عصر ما
عالم علوم دینی تعلق داشتن آمدنش را به خلاف نظر رسمی کلیسای کاتولیک محرز دانسته و گفته است اگر مسیح در ظهور اول برای رهایی جهان از آلودگی گناه آمد، در آمدن ثانی یعنی رجعت خود برای این می آید که دنیا را به سوی استقرار ملکوت الهی بر روی زمین یعنی مدینه فاضله صلح و سعادت رهنمون شود. و خود حضرت بهاءالله هم در آثار متعددشون و در طی مکالمه‌ای که در سال 1890 با پروفسور ادوارد براون داشتن، مأموریت اصلی خود را برقراری صلح و یگانگی در دنیا اعلام کردند. سخنان حضرت بهاءالله به براون یادآور دستوراتی است که در الواح مختلفه آن حضرت طی 40 سال رسالت مرقوم شده. نظیر این عبارات: جمیع را به صلح اکبر که سبب اعظم است از برای حفظ بشر امر نمودیم. سلاطین آفاق باید به اتفاق به این امر که سبب بزرگ است از برای راحت و حفظ عالم تمسک نمایند. لوح اشراقات: لابد بر این است مجمع بزرگی در عرض برپا شود، ملوک و سلاطین در آن مجمع مفاوضه در صلح اکبر نمایند. اگر ملکی بر ملکی برخیزد، جمیع متفقا بر قیام قیام نمایند. در این صورت عالم محتاج مهمات حربیه و صفوف عسکریه نبوده و نیست الا علی قدر یحفظون بهی ممالکهم و بلدانهم. این از سبب آسایش دولت و رعیت و مملکت. لوح مقصود: و همان حضرت فرمودن اصلاح عالم و راحت امم ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق. نور اتفاق آفاق را روشن و منور سازد. حق آگاه و گواه این گفتار بوده و هست. این مقصد سلطان مقاصد و این عمل ملیک آمال است، یعنی برتر از همه آرزو. اکنون اگر بخواهیم خطوط کلی صلح جهانی آینده را از منظر بهایی ترسیم کنیم، باید یادآور شویم که نقشه صلح بهایی هم حیات فردی را در بر می‌گیرد و هم زندگی و روابط بین افراد را. آیین بهایی تشکیل یک نظام سیاسی فدرالی را برای تحقق صلح جهانی توصیه می‌کند. محدود کردن شدید تسلیحات در سطح ملی را ضرور می‌داند. حذف هزینه‌های نظامی و جنگی کنونی را برای تأمین رفاه عامه و تعلیم و تربیت و بهداشت و غیر آن لازم می شمارد. به کاربرد یک زبان بین المللی علاوه بر زبان مادری را اهمیت می دهد. از احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی و اعتقاد به برابری همگان فارغ از آن که به کدام جنس، نژاد، قشر، طبقه اجتماعی، ملیت، فرهنگ و غیر آن متعلق باشند دفاع می کند و بالاخره عدالت حقوقی و اجتماعی را به مفهوم وسیع کلمات بنیاد حیات اجتماعی قرار می دهد و اتکا بر روش های دموکراتیک و اداره امور بر اساس مشورت را که پیوسته چراغ راهنمای جامعه باید باشد ضرور می داند و ترقی و ارتفاع مقام انسان و وحدت همگان را از همه جهات مطمئن نظر قرار میدهد. تعدیل معیشت و ریشه‌کنی فقر و احتراز از هر گونه استثمار انسان توسط انسان یکی از ارکان تعلیمات بهایی را تشکیل میدهد، همانطور که احترام به طبیعت و محیط زیست و اجتناب از مصارف افراطی و کانسیومریزم قویاً توصیه شده است. همین جامعیت و کمال نقشه صلح بهایی است که سبب شده که بسیاری از کتب مربوط به صلح بین المللی
خصوصا در دو دهه اخیر به آثار و افکار بهایی ارجاع کردند که به عنوان نمونه ذکر چند مورد از آنها به جا خواهد بود. اول دائرة المعارف بین المللی صلح آکسفورد که در سال 2010 در 4 مجلد نشر شده، در جلد اول مقاله‌ای در 2 صفحه زیر عنوان امر بهایی به قلم نزیلاقانه چاپ شده است. دوم ژاک اتالی، محقق و متفکر نام‌آور فرانسه، کتابی دارد به نام فردا چه کسی بر دنیا حکومت خواهد کرد 2011 که در آن طی 2 صفحه زیر عنوان نخستین حکومت برای سراسر جهان طرح مدینه فاضله یعنی اوتوپی بهایی را معرفی کرده و میگوید امر بهایی جنبشی است روحانی که به عقیده او یعنی ژاک اتالی طرح نظام جهانی را به دورترین حدش رسانده و علاوه بر حکومت بین المللی هماهنگی اقتصاد جهانی، اتخاذ یک زبان بین المللی، پذیرش نظام جهانی پول و مقیاس‌ها و مخابرات را توصیه کرده است. سوم کتاب تازه‌ای که به اجمال از طرح بهایی زیر عنوان بهای موومنت یاد کرده Peace in World History از پیتر استیرنز که به سال 2014 پارسال منتشر شده و به گفته او ترویج صلح و اظهار مخالفت با بودجه‌های کلان نظامی پیام ثابتی است که امر بهایی از دهه 1870 تا کنون به دنیا داده است. یکی از رهبران بهایی اشارش به حضرت عبدالبها است کتاب اسرار مدنیه را نوشت که در آن صلح را از طریق اتحاد ملل همراه با خلع صلاح عمومی توصیه کرد. چهارم از دانشنامه‌های مهم دیگر که تقریبا به تفصیل از طرح صلح بهایی سخن رانده World Encyclopedia of Peace است در 8 مجلد در سال 1999 نشر شده که دکتر حسین دانش در آن برنامه صلح بهایی را در صفحات 117-122 تشریح کرده و میگوید دو کار عمده در فاصله تأسیس دیانت بهایی تا کنون انجام شده. یکی تهیه برنامه‌ای برای تعلیم صلح و وحدت بشر شامل انتشارات بهایی و دیگری ایجاد یک جامعه مدل یا نمونه برای نشان دادن اینکه صلح و وحدت امکان پذیر است. پنجم کتاب آنتونی ادولف صلح یک در تاریخ جهانی ببخشید که در صفحات 141-2 درباره امر بهایی نوشته است که این دیانت بر این اساس استوار است که مجموع بشریت قادر است از نظر روحانی متحد و متفق شود علی رغم مرزهای جغرافیایی که دولت‌های ملی را از هم جدا می‌کند. کره ارض یک وطن است و همه ابنای بشر شهروندان آن هستند و افتخار از آن کسی است که همه جهان را دوست بدارد. آثار بهاءالله در مورد وحدت ادیان تأکید می‌کند و پیروانی هم از سایر ادیان دارد و در دوران حبس عکا بود که بهاءالله به زعمای دینی و عرفی اروپا نامه نوشت و آنها را به صلح و اتحاد تشویق کرد. ششم در سال 1990 دائرة المعارف بزرگ فلسفه به زبان فرانسه از طریق جناب دکتر اودو شفر مقالاتی در زمینه فلسفه از بهایان خواست و این بنده کمترین یک معرفی از کتاب دلایل صلح جناب عزیزالله مصباح نوشتم که در جلد سوم آن صفحات 3548-9 چاپ شده است مقاله‌ای که در آن ضرورت صلح به دلیل و برهان اثبات شده. در تکمیل آنچه رفت باید بگویم که حضرت بهاءالله در اعظم اثر خود کتاب اقدس دیانت بهایی را به عنوان یک نظم بدیع که سبب دگرگونی نظم عالم شده معرفی کردند و این اول بار است که دینی به عنوان سیستم یا منظومه واحد مطرح شده، یعنی نظام تشکیلاتی و تمدنی جدید
و خود کلمه نظم، فکر آرامش و صلح، پایبندی به قانون و عدل و انصاف را نیز افاده می کند. و چنان که حضرت شوقی ربانی فرمودند، نظیر نظم جهان‌آرایی که حضرت بهاءالله تأسیس کرده هرگز چیزی در دیانت مسیح و شریعت اسلام وجود نداشته است. حال به مورد است که سوال شود آیا بهایان در طی یک قرن و نیم گذشته برای تحقق صلح عمومی چه کردند؟ شاید بتوان دستاوردهای عمده این آیین جهانی را به فشردگی در 9 نکته ذیلاً معروض داشت. مهمتر از هر چیز آنکه خود حضرت بهاءالله در الواح خطاب به ملوک و سلاطین، خصوصاً ملکه ویکتوریا و الواح نازله بعد از کتاب اقدس که متمم آن کتاب است، حضرت عبدالبهاء در اکثر خطابات خود در اروپا و آمریکا هم لزوم و ضرورت و هم قطعیت صلح عمومی را اعلام کردند و حتی سخنان حضرت عبدالبهاء در مورد صلح و تشکیل محکمه کبرا بود که در رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون مؤثر افتاد و او را به تشکیل مجمع اتفاق ملل رهنمون شد. منع خشونت در آیین جدید به مقامی است که حضرت بهاءالله فرمود بهتر است کشته شوید تا بکشید، و این موجب شد که هزارها بهایی جان خود را برای هدفهای والای انسانی آیین خیش فدا کردند و هرگز دست به اسلحه نگشودند. نکته دوم، در رابطه با صلح میان ادیان است. به قول هانس کونگ، عالم تئولوژی مسیحی، لازمه صلح جهانی صلح بین ادیان است. و می‌دانیم که هیچ دیانتی تاکنون نتوانست مانند دیانت بهائی از طریق اطلاع رسانی همراه با دوستی و مهربانی افراد متعلق به انواع مذاهب و ادیان رو زیر خیمه یگانگی واحد درآورد. نکته سوم، پل ارتباطی است که آیین بهائی میان اقوام و فرهنگ‌های مختلف که شماره آنها از 2000 می‌گذرد به وجود آورد و همه را به احترام متقابل و بهره‌گیری از مبادلات دوستانه برانگیخته و به حقیقت یک فرهنگ صلح، یک cultural peace، یک peace culture به معنای جامعه کلمه برقرار و استوار کرده که بیانیه وعده صلح جهانی به قلم بیت العدل اعظم ترجمان روشنی از آن است. چهارم، که امر بهایی یک سازمان نمونه همکاری بین المللی به وجود آورده که ارکان آن محافل روحانی محلی و ملی و گنبد آن بیت العدل اعظم هستند و به این ترتیب آیین مزبور اجازه داده که امکان ایجاد یک نظام فدرال جهانی را باور بداریم. پنجم، امر بهایی اصل عدم خشونت و احتراز از کینه‌توزی و انتقام را بر کرسی نشانده، به طوری که بهایان حتی در سخت‌ترین شرایط ظلم و جور را تحمل می‌کنند و به مقاومت بر نمی‌خیزند. تراژدی جامعه در بهایی در ایران اسلامی گواه روشنی بر این حقیقت است. ششم، که صلح‌خواهی برای بهایان یک شعار نیست بلکه نقشبند همه زندگی آنهاست. به جای اینکه صلح را فقط رؤیایی دلکش تلقی کنند، در تلاش آن هستند که در حیات روزانه خود در روابط با آشنا و بیگانه به آن واقعیت عینی بخشند و حتی معابد بهایی جلوه از پیوند دوستی با اهل همه ادیان است، چه درهای آن به روی همگان گشوده است. هفتم، اون که جامعه بهایی از بد به تأسیس سازمان ملل متحد با آن همکاری نزدیک داشته و علاوه بر اعزام نمایندگان در انواع کنفرانس ها مکرر طی بیانیه ها از اهداف
آن سازمان پشتیبانی کرده که نمونهش همان پیام وعده صلح جهانی است که به آن اشاره کردم. هشتم، طرح نقشه‌های متوالی است، خصوصا از سال 1996 که به موقع اجرا نهاده شده و نه تنها حاوی برنامه آموزشی واحد و فعالیت‌های روحانی مشترک برای همه بهایان جهان از کودک خردسال تا افراد بزرگسال است، بلکه برای همه بهایان، بلکه بهایان از همکاری با همه کسانی که به آینده خود و فرزندان خود می‌اندیشند برای اصلاح و بازسازی جامعه محلی خود دعوت می‌کند. و این برنامه بهایی تحت عنوان Community Building، یعنی ساختن جامعه با همکاری دیگران، مورد عمل قرار می‌گیرد. و از جمله موارد مشورت این است که چگونه می‌توان کمک کرد به ترک تعصبات و ایجاد وحدت در جوامع مختلف که چندین هزار کلاستر یا منطقه جغرافیایی شاهد به این همگامی و همکاری بهایان با مردم جهان است. و بالاخره نهم، طرح‌های عمرانی و اقدامات جامعه بهایی در بهبود احوال اجتماعی و اقتصادی مردم، خصوصا در کشورها و مناطق محروم، که نمونه آن را جامعه بهایی ایران از زمان مظفرالدین‌شاه قاجار با تأسیس مدارس بهایی که به روی همگان مفتوح است، کودکان از هر دیانت و طبقه نشان دادند. و اینک در سراسر جهان طرح‌های آموزش، بهداشت عمومی، حفظ محیط زیست و نظاهران به مدد بهایان و به کمک اونها در مرحله اجراست. و چنان که مطلع هستید، به طور اعظم در پیام رضوان امسالشون، یعنی پیام اردیبهشت امسال خودشون، تصمیم خودشون رو به تحکیم و تقویت این فعالیت، یعنی کمک‌های اجتماعی و اقتصادی به مردم فقیر اعلام داشتند و یک هیئت مشورتی بین‌المللی برای کمک به این دفتر مرکزی که در سال 1983 به وجود آمد تأسیس فرمودند. دوستان گرانقدر، بهایان از عظمت مأموریتی که تاریخ بر عهده آنها نهاده غافل نیستند و می‌دانند که این مأموریت را باید به قیمت تحمل ملامت‌ها و برخورد به مخالفت‌ها به انجام رسانند. معذالک آنها صلح را فقط قدمی در راه یک هدف والاتر می‌دانند که آن وحدت عالم انسانی به معنای جامعه کلمه است که حضرت عبدالبها در لوح هفت شمع وحدت، حضرت ولی امرالله در توقیع نظم جهانی حضرت بهاءالله تبیین فرمودند. و در این حال بهایان متذکر این مطلب هستند که این هدف عالی، یعنی یگانگی نوع انسانی، آرزوی کهن است که دارت المعارف جهانی صلح در جلد پنجمش به اومانیست های قرون اولیه از رواقیون و سنتوما دکن تا انسان دوستان قرن 18 چون امانوئل کانت و بالاخره بنیادگذاران مجمع اتفاق ملل و حتی سازمان ملل متحد منصوب داشته و هنوز به صورت رویای دلکش اندیشه نیکخواهان را به خود جلب می کند. رویایی که فقط در عصر جدید است که با حصول شرایط و آمادگی وسایل امکان تحقق آن هست. و این از بزرگترین چالش که عالم انسانی با آن مواجه است. و جامعه بهایی بیش از دیگران چون توانسته در طی 170 سال با جذب و انضمام پیروان ادیان دیگر گسترده ترین جامعه دینی را پس از مسیحیت 2000 ساله به وجود آورد. و همونطور که آمارهای سالنامه دارت المعارف بریتانیکا حکایت میکند، به عنوان نتیجه گیری کل عرایزم باید بگویم که هرچند صلح عمومی تا کنون یک آرزو و آرمان و به زبان دیگر یک رویای زیبا بیش نبوده، اما قرائن
و شواهد بسیار گویای آن است که جهان آماده آن است که به این رویا من بعد واقعیت بخشد. و البته این تحقق واقعی و عینی امری تدریجی و طی مراحلی خواهد بود که اگر نیل به متارکه جنگ را به عنوان صلح اصغر، صلح کوچک، گام اول محسوب بداریم، گام‌های بعدی یعنی صلح اکبر و صلح اعظم بی تردید با تحولات عظیمی در همه شؤون عالم همراه خواهد شد و بالمعال راه را بر یگانگی نوع بشر در معنای جامع آن خواهد گشود. و در آن زمان است که درخت تمدن که هزاران سال پیش در کره ارض کاشته شد و به مرور زمان جوانه‌ها و شکوفه‌های بر آن دمید، بیگمان به ثمره نهایی خود خواهد رسید. در خاتمه عرایزم به عنوان مسک ختام نقل دو بیان از حضرت عبدالبها که در کتاب پیام ملکوت آمده مناسب و موافق زمان خواهد بود و بعد از آن اثری منظوم از نعیم اصفهانی را خدمتتون عرض خواهم کرد. حضرت عبدالبها فرمودند این قرن نورانی در تاریخ انسان مثیل و نظیر ندارد، از جمیع قرون ممتاز است و به فضائلی اختصاص یافته که کوکب درخشنده تعییدات آسمانی از افق این قرن بر قرون و اعصار بتابد، از جمله خارق عادات این قرن که فی الحقیقه معجزه است، تأسیس وحدت عالم انسانی است و تفرعات آن صلح عمومی طوائف و اتحاد ملل مختلف در این نشأه انسانی. و نیز فرمودند خداوند عالمیان عالم انسانی را جنت عدن خلق فرموده، اگر صلح و سلام و محبت و وفا چنان که باید و شاید تأسیس یابد، جنت اندر جنت گردد و جمیع نعمای الهی فراوان و سرور و طرب بی پایان شود و فضائل آسمانی عالم انسانی آشکار و عیان و پرتو شمس حقیقت از هر سو نمایان گردد، چه خوش بود اگر این ابرهای سیاه از افق عالم متلاشی می شد و نور حقیقت می درخشید، غبار حرب و قتال می نشست و نسیم عنایت از محب صلح و سلام می وزید، جهان جهان دیگر می شد و روی زمین استفاضه از نور مبین می کرد. اما سخن نعیم اصفهانی صدعی که زبان حال همه ماست، گر مسلمان و گبر و بوداییم، گر یهود و هنود و ترساییم، گر ز روس و پروس و روم و حبش زنگلیسیم یا فرنساییم، گر ز آمریک و گر ز آفریقیم، ز آسیا یا که از اروپاییم، مرد یک خاک و طفل یک وطنیم، خلق یک شهر و اهل یک جاییم، گر سفیدیم و سرخ و زرد و سیاه، چهار طبع وجود یکتاییم. این همه اسمهای رنگارنگ خوش بشویید، یک مسماییم. این همه حد و صد چرا سازیم، ما که چادر نشین صحراییم، جنگ ادیان خراب کرده جهان، ما کنون صلح جوی دنیاییم. این جهان مبتلا به نوع به رنج و عناست، چارش منحصر به دین بهاست.